مذاکرات بین المللی به منظور حل و فصل درگیری خونین و روزافزون سوریه امروز شنبه در ژنو با اشتراک قدرت‌های خارجی در مناقشه با سرنوشت رئیس جمهور بشار الاسد افتتاح شد. کوفی آنان سابق منشی عمومی سازمان ملل و فرستاده ویژه آن سازمان در سوریه امیدوار است که به اساس یک طرح برای حکومت دارای وحدت ملی عاری از چهره‌های رهبری کنونی که به معنای واقعی کنارگیری اسد از قدرت در آن باشد به حل و فصل نائل آیند. اجلاس ژنو یک روز پس از آن برگزار می‌گردد که سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در مورد چگونگی مبارزه با افزایش خشونت در سوریه به توافقی نرسیدند. اما لاوروف گفت پس از مذاکرات با کلینتون در سنت پیترزبورگ قدرت‌های جهانی فرصت یک زمینه مشترک را در مورد سوریه در دیدار امروز خواهند داشت. من تغییری را در موضع همتای خود هیلاری کلینتون احساس کردم. در این ملاقات هیچ گونه اخطاریه نبود. یک کلمه هم در مورد تغییر نیافتن اسناد ذکر نشد که ما روی آنها در ژنو بحث خواهیم کرد. همچون موضوعات از سوی نمایندگان وزارت خارجه ایالات متحده و قصر سفید صرف دیروز و روز قبل از آن سپرده شده بود. در جریان مذاکرات روی هیچ کدام آن بحث نگردید. لاوروف گفت هر گونه راه حل برای این بحران باید توسط خود سوری ها تصمیم گرفته شود. وی علاوه نمود روسیه متحد دراز مدت دولت اسد دخالت خارجی را پشتیبانی نمی کند. ویلیام هاگ وزیر خارجه بریتانیا حین ورود به ارای مذاکرات شنبه گفت او پیش بینی می کند که این روند آسان نخواهد بود. ما با روسیه و چین از قبل به توافق نرسیده ایم که بسیار دشوار خواهد بود. من نمی دانم که آیا این امکان برای انجام کار در جهت منافع و نجات هزاران نفر که مسئولیت بین المللی ماست وجود دارد یا خیر. و البته امضای یک توافقنامه بی ارزش و موافقتنامه ای که نتواند اوضاع را بهبود بخشد هیچ ضروری نخواهد بود. بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد و کوفی آنان میانجی آن سازمان امراه با وینگ جی چی وزیر خارجه چین امروز شنبه وارد مقر سازمان ملل متحد در ژنو شدند، جایی که در آن قدرت‌های جهان در تلاش یافتن راه حل بحران در سوریه گرد هم آمدند. نمایندگان سازمان ملل متحد، روسیه، ایالات متحده آمریکا، چین، بریتانیا، ترکیه و دیگر کشورهای اروپایی در این کنفرانس بین المللی شاملند. لیلا ماهبیب عظیمی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.